بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أصول الثلاثة എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശറഹാണ് ഇൻഷാല്ലാ നാം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. نعم، قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن المختصر نسأل أسئلة خمسة. ഈ ശറഹ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം ചോദിക്കുന്നത്. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لو سألنا سائل قال لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس النحو أو مثلا الفقه؟ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ തൗഹീദ് പഠിക്കുന്നത്? ഫിഖ്ഹോ മറ്റു വിജ്ഞാന മേഖലകൾക്കോ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം തൗഹീദ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. لأن التوحيد هو حق الله على العبيد. കാരണം തൗഹീദ് എന്നത് അടിമകൾ റബ്ബിനോട് നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയാണ്. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عمل الا بالتوحيد. അല്ലാഹു തആല ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല തൗഹീദ് ഇല്ലെങ്കിൽ. لا يدخل الجنة الا موحد. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല തൗഹീദ് ഉള്ളവനല്ലാതെ. قد يسأل سائل اي واحد منا يقول هل انت موحد؟ ഒരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം നീ മുവഹിദാണോ എന്ന്. تقول نعم انا موحد. അതെ ഞാൻ മുവഹിദാണ് എന്നാണ് നീ പറയേണ്ടത്. يقول ما هو التوحيد؟ إذا عرفت التوحيد هذا معناه أنك موحد، إذا لم تعرف التوحيد نقول هذه شهادة الزور. توحيد عندنا رجيم من قلنا إن موحد عنا ينظر أرتم دعوة إلا إن هذا كلا سرتش ما يمر. نعم. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ البشر اللي تودي تيجي كمني مشرك أنا وياك. تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك أنا موحد. أبني بريم أعوذ بالله الله بن سلام يعني كل مشرك لا إنه بريم. يقول لك ما هو الشرك الذي حرمه الله عليك؟ അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് അല്ലാഹു വിശുദ്ധമാക്കിയ ശിർക്ക് എന്ന്. اذا تعرف الشرك هذا معناه انك باذن الله تعرف الشرك وتجتنب الشرك، لكن اذا كنت لا تعرف الشرك قل لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري. എന്നാൽ ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് അർത്ഥമുണ്ട്? അപ്പോൾ ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം എങ്കിലേ ആ ശിർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. اذا اوجب الواجبات واول الواجبات هو التوحيد واعظم المحرمات نسال العافيه والسلامه هو الشرك والله اعلم. അതവ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ബാധ്യത തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ നിഷിദ്ധമായ കാര്യമാട്ടെ അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുക എന്ന ശിർക്കുമാകുന്നു.